سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم در روزهای گذشته یک گزارش در روزنامه عربی الاخبار منتشر شده گزارشی که در خوش بسیار بسیار قابل تعمل و مهمه لازم هست یک بار با هم دیگه بررسیش کنیم این گزارش اشاره داره به سندی از جلسات محرمانه ای که بین عربستان امارات و آمریکا در خصوص ایران برگزار شده برای اینکه کارهایی رو علیه ایران استارت بزنه. یه چیزی داخل پنتیز باید خدمت شما عرض بکنم اومده گفته که جلساتی گذاشتن بعد به این جنبندی هستین که کارهایی باید بکنن بعد که به این جنبندی هستین که کارهایی باید بکنن رفتن یک مجموعه مطالعاتی تشکیل دادن استاد نزدن مجموعه مطالعاتی تشکیل دادن بعد که اون مجموعه کار خوشی کرده به جنبندی های رسیده به خروجی های رسیده آمده اند استادی رو علیه ایران زدن این گزارش دو سه تا بخش داره من بخش اولش رو که بسیار مهم هست جمع می‌کنم. امیدوارم که فرصت بکنیم به بخش دوم برسیم اگر به بخش دوم نرسیدیم من درخواستم این است که اگر احساس کردین گزارش خوبی است حتما یادآوری بکنید که بخشه بعدش رو با هم دیگه بررسی بکنیم ابتدای گزارش شو رو برای شما میخونم گفته که درست همون زمانی که بن سلمان در یک مصاحبه اعلام کرد که ما منتظر نمیمانیم که عربستان میدان جنگ شود بلکه تلاش میکنیم نورد را به درون ایران بکشانیم در آن زمان بسیاری در تفسیر گفته های بن سلمان استدلال میکردند که ریاض طبق عادت در صدد به کارگیری و اعزام گروه های تروریستی مشابه داعش به ایران و انجام عملیات های خرابکارانه است موضوعی که مدت ها توسط جریان های تجزیه طلب و تکفیری سیستان و بلوچستان در قلب ایران انجام شد من دو تا نکته رو باید خدمت شما یادآوری کنم اول اینکه برمیگرده میگه اینا میخواستن چیزی نام داعش رو در ایران به وجود بیارن آبش خورش هم دوست داشتن سیستان و بلوچستان باشه به این صراحت داره میگه اخیرا در نامه ای که آیه کازم انباللویی خطاب به سید محمد خاتمی نوشته هم بهش اشاره شده خاتمی در یک اثر نظری برگشته گفته که اصلا توی ایران چیزی تحت عنوان تجزیه رو ما برای سیستم ولچسا نداریم این نارامی هم هیچ ربطی به تجزیه نداشته اصلا انگیزه تجزیه طلبی هم درش نبوده شما چرا به دروغ دارید میگید که بحث تجزیه طلبانه اینجا بوده خب خیلی واضحه شما وقتی نگاه میکنی از عبدالله محتدی شفته توی سود اینترنشنال نشسته صدای بژی در شنیده میشه شمال غرب کشور فعال شده جنوبش این دیگه واضح تجزیه است یعنی اگر کسی بخواد چشمشو ببنده یعنی ظاهرا منفعتش در این هست که حقایق رو نبینه اینجا آیه امبالوی در اون یادداشتی که میشه به اشاره کرده گفتی که تو در جریان بودی که اینها قرار بوده مدل داعش رو توی سیستان بلوچستان رقم بزنن اگر کسی نمیدونسته تو به عنوان یک چهره سیاسی در ایران خبر داشتی میدونی اونجا چه اتفاقاتی هاش میافتاد که بساتش جمع شد چرا برمیگردی میگی می حرف تجزیه در این سالها نبوده و چرا اشاره میکنیم به اینکه بحث تجزیه در نوآرامی های اخیر اصلا مطرح نبوده این چیزی که حداقل تو اطلاع داشتن در قبالش کارهایی میکردن به من ساده میکنم خدمت شما اینا تلاش هایی رو قرار بود در سیستان و بلوچستان سالهای قبل رقم بزنن این عین جمله ایشون من توی یادداشتش دیدم حالا ذهنمو درگیر که گفته بود تو خبر داشتی که قرار بود یک امیرالمؤمنین مثل امیرالمؤمنین المومنین او بکر بغدادی توی سیستان بلوچستان به وجود بیاد چرا خودتو به اون رو داری میزنی؟ یک بخشی هست که من امیدوارم بعدا رسانه بیشتر در خصوصی صحبت بکنن که بشه بهش پرداخت من فقط یه چیزی رو خدمت شما بگم در امارات فردی رو آموزش میدن این داستان برای سالها پیشه سالها روی این کار میکنن یک شبکه اطلاعاتی میاد در کنار این قرار میگیره برای شبکه سازی میکنن هزار و یک برنامه ریزی صورت میگیره به این جهت که بیاد توی سیستم بلوچستان عملیات بکنه بعد هم یک چیزی تحت عنوان مرکز خلافت مشابه اون چیزی که داعش راه انداخت تو ایران راه بندازه و داستان های اتفاق بیفته عنایت خداوند به ما بوده که این به محض ورودش به منطقه برای آغاز این نقشه توسط نیروهای مسلح ایران در یک تقابل رو در رو قرار میگیره اون چیزی که از این ماجرا رو روایت میکنن و از این تقابل روایت میکنن میگن افرادی که در کنارش بودن او را زدن یعنی ظاهرا امارات این رو تعریف کرده بوده که اگر این داستان داشت به جاهای باریک میرسید این نباید بازش بشه چون اطلاعاتی داره که افشا خاجه جالبه او هم مثل همین داعشی که اخیرا در ماجرای شاه چراغ جنایت انجام داد اسمش ابو بوده یعنی اسم رو هم حتی اماراتی ها انتخاب کرده بودن که بعدا بتونن در جای به جهت تحریکات مذهبی از هویت این آدم حسابی استفاده بکنن تو داری با کی بیعت میکنی با ابو داری بیعت میکنی در مقابل کسانی در مقابل دشمنان صحابی پیامبر بریم جلوتر اینا رو گوشه زنتون داشته باشید بحث ما اصلا این نیست ما میخواستیم این این سند رو با هم بررسی کنیم من تو قبلش یه چیز دیگه میخوام بگم ببین اینجا این داره یه اشتباهی میکنه یه خیلیا تصورشون این بود که وقتی بن سلمان میگفت جنگ رو میخوام به داخل ایران بکشانم یعنی قرار بوده گروه های تروریستی مثل داعش رو همونطوری که به سوریه فرستاده به ایران هم بفرسته من یه سوال میخوام از شما پرسم آیا سر و کله داعش به یک باره در سوریه پیدا شد؟ اول نارامی های اتفاق افتاد نارامی ها خیلی حیثیتی به نظر نمی‌رسید. بعد نارامی ها که اتفاق افتاد زیرش رو زیاد کردن بعد زیرش رو که زیاد کردن اختشاشگر حرفه‌ای به میدان آوردن بعد که اختشاشگر حرفه‌ای به میدان آوردن تروریستا به ماجرا اضافه شدن پس اینکه شما تصور بکنید که آقا مثلا ماجرا ایران قرار هست اثراتی روی جامعه ایران داشته باشه یک جنگ داخلی رقم بزنه بین خود اینها و داستان در این سطح خیر اتفاقا این آغازی هست برای ورود داعش به قضیه و این آغازی هست اگر ای که این اتفاقات درش میفته هوشیار نباشه آغازی هست برای حضور تجزیه طلبها شما در سوریه الان نگاه میکنه هم تجزیه طلب فعال شده هم داعش با هم مشکل هم ندارن تجزیه طلب و تکفیری ها ظاهرا مشکل ندارن هر دوشون دارن علیه حاکمیت سوریه اقدام میکنن پس تو ایران هم این میتونه اتفاق بیفته الان مدل رو دیدیم دیگه در شاه چراغ داعش داشت خودشون خودش رو میبرد در غرب کشور متجزی طلب داشت فیز خودش رو جوکر هم وسط خیابان داشت ناآرامی های از انسان چیزی که در عراق بود رو رقم میزد پس این پیش قراول اونها میتونه باشه و نکته مهمتر این که اصلا مدلی که الان شما در ایران داری میبینی مدل داعشه یعنی این ابتدای قبل اینکه سند داره بده یه نکته از خودش گفت که من فکر می‌کنم این به شدت جای نقد داره مواد روش وایسی مدل مدل داعش جنایت در میدان رقم میخوره تلاش میکنه که جنایت همه جا دیده بشه اصلا شما آتش زدن یک انسان رو در ایران تصور هم نمیتونستی بکنی در سوریه داعش مدلش رو خیلی کم انجام داده ولی الان در ایران داره انجام میدن انقدرم تکرارش میکنن که برای تو عادی بشه برای تو چون نیاز داره اون نیاز داره به عادی شدن این ماجرا رسانه شی رسانه‌ش مدلش مدل داعشه شما نگاه بکنید اخیراً یکی از این مجریهای ما در سعودی سعودی عکسی رو منتشر کرده از حمله به مشاهیر ایران حافظ و سعدی و فردوسی و اینا رو برشون مجسمه شون حمله کرده این گفته بود دمشون گرد رفتن همچین کاری کردن چه کسی با تاریخ منطقه مشکل داره؟ داعش بود که زمانی که پاش به سوریه رسید تاریخ این منطقه رو نابود کرد پدران داعش بودن که با تاریخ مشکل دارن شما عربستان رو بررسی بکنید. اینا حتی رفتن محل تولد پیامبر رو و خانه پیامبر رو تخریب کردن. الان من حضور ندارم یکی از این دوتا الان سرویس بهداشتی. باورتون میشه وهابی ها اومدن اونجا حاکم شدن به اسم توسعه حرم الله اون چیزهایی که اطرافش بوده محل تولد پیامبر خانه پیامبر محل سکونت پیامبر همه اینها رو ویران کردن الان جای اینها سرویس یکی دو تاش سرویس بهداشتی ساخته شده آبشخور داعش عربستان دیگه مدل غیر مذهبی داعش الان شما دارید میبینید تاریخ کشور داره مسخر میکنه بهش حمله میکنه مجسمه‌اشو تخریب میکنه، بعد خوشحاله تو مجازی هورا میکشه. این همون مدل این هیچ شفافیتی نداره ببین تاریخو که دارم خدمت شما میگم حتی طالبان الان این کارو نمیکنه طالبان زمانی که در افغانستان یک بار به قدرت رسید اولین کاری که انجام داد چند تا بنای تاریخی رو نابود کرد یکی از این بناها اون مجسمه معروف بودا بود که همه رو در شوک فرو برد یک فاجعه ای به تامنا این دفعه که حاکم شد اولین کاری که کرد عکسایی از کابل منتشر کرد که مسلحین طالبان رفتن توی موزه افغانستان داش میگه آقا من محافظ اینا من دیگه با اینا کاری ندارم دقیقاً یعنی داش پیام میداد میگه من مدلم با اینا فرق کرده من مدلم مدل داعش نیست اما اون چیزی که ایران شما داریم میبینید دقیقا منطبق بر داعشه داعش غیر مذهبیه آبش خورش هم عربستان مثل, مثل دایش هم پولش در از عربستان میگیره پس این چیزی که اینجا گفته نه یک گام جلوتر از این ماجرا اتفاقا گسیل داعش هم میتونه باشه بریم بقیهش رو همدیگه بررسی کنیم میگه که اینها یک طرحی رو در دستور کار قرار میدن این طرح طرح نفوذ بر جوانان ایرانی بوده چه زمان این کارو میکنن میگه که پنج سال قبل دقیقا زمانی که شیخ نمر توسط اینها در عربستان سعودی اعدام میشه روی این تمرکز میکنن که بعد در نهایت برسن به تاسیس یک شبکه تلویزیونی فارسی خب خیلی واضح داره سود میگه از روی مت میخوام بخشش رو برای بخونم بر اساس این اسناد چهار روز پس از انتشار خبر اعدام شیخ نمر و جمعی از جوانان قطیف شورای ملی اطلاع امارات طرح پیشنهادی را به نمایندگان عربستان و بحرین ارائه کرد میگه امارات این طرح رو برداشته آورده به اینا ارائه کرده گفته بخونید اگر خوبه اسات بزنیم موضوع طرح بوده استراتژی رسانی برای برخورد با موضوع ایران در سالهای بعد با هماهنگی آمریکایی ها اسم این طرح به طرحی برای تضعیف ایران از درون تغییر کرد حالا بازم این طرح رو اسمش رو تغییر دادن در ادامه با هم دیگه مرور خواهیم کرد میگه که بعد از این ماجرا وزیر دولت و رئیس شورای ملی رسانه امارات پایکار اومد برای اینکه این طرح این رقم بخوره با کمک سعودی تا بتونن اثراتی بر افکار عمومی داخلی برای مخالفت با سیاست های ایران به وجود بیارن اینجا یکی تو سند ارائه داده من از توضیحات سند ها میگذرم میگه ابتدا هدفی که تعریف کردن این بوده افکار عمومی منطقه افکار عمومی خلیج فارس و افکار عمومی داخل ایران و مخالفان ایرانی داخل و خارج از کشور رو روشون تمرکز داشته باشن و جالب در خصوص افکار عمومی داخل ایران اصلا با من شما کاری نداره میگه تمرکز ویژهشون رو قرار بوده بر این بذارن که روی اقلیت های ایرانی غیر فارس کار بکنن روی قومیت ها کار بکنن آقا حق شما رو دارن میخورن آقا شما کجا ایران نشستی حق شما رو دارن میخورن شما باید مستقل بشی جدا باید بشی خودت باید یه کشور جدا باشی برای خودت زندگی داشته باشی برای خودت اشغال تو بکنی این حرفا که میزنن خطر بر منطقه سایه میافکنه دیگه اینا چرت و پرته حالا ممکنه مثلا شما همین اخیرا توی نوآرام های کتف افتاد یکی از تجزیه طلبای کرد اومده بود شهر ارومیه رو گفته بود که ما اینجا تجمع برگزار کردیم یکی از مطرحاشون بعد یکی از اون تجزیه طلبای پان ترک هم اومده بود رو همون ریپلای زده بود توی به اصطلاح خودمون شبکه اجتماعی توییتر گفته بود که این غلط کرده اینو میگه اصلا این شهر مال ماست ما اینجا تجمع برگزار کردیم یعنی فهمی چی شد یعنی شما فردای تجزیه ایران ایران نفس نباید بتونه بکشه یا یعنی روی شهر به شهر با هم دیگه خواهند جنگید فضا این شکلی نخواهد بود که داستان این شکلی که شما می نخواهد نه اینجا باید برافوخته باشه آرامش از اینجا گرفته بشه برای دنیا تصمیم میگیره برای دنیا تصمیم می سازه اینجا ایرانه مدلش در طول تاریخ بوده به داشو شما دیگه بررسی کنیم میگه که اماراتی ها در بنده شرکای اجرایی طرح پیشنهادی خود سازمان همکاری اسلامی را در کنار نهاد رسمی خلیج فارس و اتحادیه کشورهای عرب و مخالفین ایرانی آورده است میگه اسم اینم که اون سازمان آورده در که خود ایران تو این عضوه حالا چجوری تو این رو به عنوان سازمانی آوری که تصور میکنی باید تو این ایفای نقش بکنه و انتظار داره که طرح علیه ایرانی ایفای نقش بکنه یک بحثی که با جای دیگری مورد بررسی قرار میگیره میگه این استراتژی رسانی حاوی جزئیات مکانیزم اجرایی است در این زمینه توسعه برنامه تلویزیونی و رادیویی و ایجاد وبسایت‌های به زبان عربی، انگلیسی و فارسی ساخت پلتفرم‌های اجتماعی و استفاده از بازوهای رسانه‌ای سفارت ها پیشنهاد شده است. آقا شما تو فاز فاز هم قیاس روزی درسته؟ پس وقت رسانه‌ای فاز بسازی عربی و انگلیسی چرا؟ نه عربی باید بسازم دید ملت های منطقه نسبت به ایران عوض بشه. مردم منطقه از ایران بدشون بیاد. مردم منطقه از ایران متفاوض انگلیسی چرا باید بسازم؟ به خاطر اینکه روایتی از ایران به دنیا ارائه بدم. زمانی که روایت مورد نظرم از ایران رو به دنیا اونجوری که خواستم ارائه دادم اونها هم استشون نسبت به ایران اون چیزی میشه که من میخوام. رزای پهلوی چیزی در حدود دو سه ماه قبل همزمانی که حمله میکردن به این کسانی که از زیبایی های ایران گفتن توی شبکه اجتماعی گفت آقا جون یه کاری بکنیم هر کسی را بیفته به سفارت ها و نماینده مجلس و سیاسی های غرب و فعالان رسانه ای وادارشون بکنه با کامنت گذاری و پیام گذاری و ایمیل دادن و اینا که اینا بیان نسبت به ایران موزه منفی بکنن شما امروز اگر ویدیوی دختر علی دایی رو دیده باشید همینی داره میگه دختر خانم علی دایی میگه که بسم الله الرحمن الرحیم من تصمیم گرفتم که به زبون انگلیسی درباره ایران صحبت بکنم دو نفرم دیدن ببینن خوبه این دو نفرم تاثیر بگیرن خوبه باید چهار فوش به ایران بدیم اونها با زبان های دیگه بشن این ایرانی ها نگاهش این شکلیه تصور کن صبح تا شب بیان علی ایران صحبت بکنن بلژیک سوئد فرانسه هلند اینا میخوان تصمیم سازی بکنن در مجامع بین المللی و تعاملی داشته باشن با ایران این تعامل مثبت خواهد بود یا منفی وقتی هر روز مثلا 100 نفر دارن پیام میدن به فعالان رسانه این کشورها به زبان اون کشور یک فضای فیکی به وجود میاد دیگه مبتنی بر حقیقت نیست مبتنی بر حقیقت نیست اکثریت جامعه ایران نیست در بیرون گد نشستن میگن آقا تو ایران بحران سازی کن او فکر میکنه حقیقت اینه و همراه میشه پس اینجایی که شما میبینید که اینا صحبت میکنن پیرامونی که تو فضای انگلیسی زبان باید ورود بکنیم تر که امارات داده در امارات و عربستانه حالا رضای روبه پهلوی و دختر علی دایی و فلانی و فلانی هم الان باش همراه شدن بریم ادامه شو با هم دیگه بخونیم میگه که با تطبیق آنچه در متن این استراتژی آمده است مشخص میشود که مرکز مطالعات در سال 2016 نام خود را از مرکز ایرانشناسی خلیج فارس به مرکز بین المللی ایرانشناسی رسانه تغییر داده و از زمان تأسیس توسط محمد السلمی سعودی اداره میشود بعد اومده گفته که توی متن به این اشاره شده که بودجه سود اینترنشنال به عنوان یکی از رسانه زیرشاخه این سود یه نمونه داره کار میکنه کلی رسمی و غیر رسمی دیگه هم دارن میگه اومده توضیح داده که توی سند به این شرکت 2017 زیر اینجا تأسیس شده یعنی فهمید چی شد؟ الان شما در روی سود اینترنشنال صحبت میکنیم میگه یه تاجر عربی اومده مثل حرفایی که مولوی عبدالحمید میزنه باش مصاحبه کردن گفتن که شما چقدر برای مسجد مکی گرفتی گفت من یه ریال نگرفتم همش کمک های مردمیه بله امارات مستقیم که نمیاد پول بده که یه تاجر رو میفرسه میگه برو اونجا بگو شیخ من از ریش تو خوشم اومده مولوی تو چقدر خوشگلی اصلا روی ماه تو میبینم لذت میبرم یکی تو خیلی زیبا یکی گلزار به خاطر همین دست و جیبم میخوام بکنم گلزار که حالا تهرانیه تو نه تو از خودمونی سونی هم هستی میخوام به تو پول بدم امارات اینجوری پول میده اصلا که نمیاد پول بده که بگه من کشور اماراتم شما بری یقهشو بگیری بگی امارات به تو کمک کرده نه فیک این کارو انجام میده در قالب تاجر در قالب کارهای این شکلی در خصوص سود اینترنشنال هم همینه شما صحبت میکنی طرف میگه یه تاجریه یه تاجر, تاجر عربیه داره پول اینا رو میده برای رضای خدا اینو تاسیس کرده چرا بقیه‌اشو این کار نمیکنن چرا یکیشون به نفع من این کار نمیکنه نه داستان متفاوته این سال 2017 تاسیسش کرده علیه ایران مون تو نیابتی چجوری بگم غیر مستقیم داره پول به حسابش میریزه چقدر داره واریز میکنه اون تاجره اون تاجره که میگن یه تاجر عربی سود اینترنشنال رو راه انداخته اینجا داره توضیح میده میگه این زیر مجموعه این سازمانی که امارات طرحش داده تایید شده آمریکا اومده پای کار. بهرین و عربستان آمدن و سالانه بین 20 تا 60 میلیون دلار براش سرمایه گذاری شده فهمی شد کارشناس دعوت میکنه توی سود اینترنشنال من الان مزنش ولی یه جاهای یه چیزاش اینا تحت که مثلا برای دقایقی که حضور داره 2300 دلار هر کنوب از این کارشناسا میگیرن مثبت و منفی ها مثبتشون هم حضور پیدا میکنن حرف مثبت میزنن چون اون میخواد توی این فضای دو قطبی در حالت خروجی خودش رو بگیره مثبت هم شرکت میکنه او کمک میکنه منفعت این تعمین بشه شاید خود فرد در جریان نباشه شده میدونن نمیدونم ولی اینا هم یه عددی میگیرن کارشناس رایگان اونجا حضور پیدا نمیکنه یه مسابقه محسنی فیک رو در نظر بگیر مثلا کشتی کج من اول یه سناریو می نویسن آقا شرکت بکنید دو تاتون همدیگه رو بزنین فلانی تو قرار بازنده باشی جفتشون اگر پول گرفته باشن باش همراهی میکنن و دردشون نمیگیره و ناراحت میشه میگه اشکال نداره منم بالاخره اون چیزی که لازم بودو به جیب زدم سودین ترشان این شکلیه کارشناسی که شرکت میکنن دیگر اصلاش به همین شکلی حالا کیفیت بالاتر داره عدد رو پرداخت میکنه از کجا داره پرداخت میکنه یعنی اون فرد میره شرکت میکنه میگه اینقدر به من دادن از این بودجه 60 میلیون دلاریه مثلا گفته که آقا 10 میلیون دلارش برای کارشناسه هر کس آورد رو آنتن انقدر بریز تو حسابش الان که دیگه البته با رمزرزم پرداخت میکنن که به اصطلاح اون ردشو کمتر بشه بهش رصد داشت و گرفت این فاز کلی بعد در نهایت گفتی که شبکه مرکزی که راه انداخته سودی ترشال 100 تا کارمند داره توی لندن مستقر روی روزمره جوان ها متمرکز بعد گفته که شورای ملی رسانه امارات که این طرح رو به عربستان داره. یک تیم 10 نفره کارشناس داره که همش متخصص ایرانن و روی استراتژی ها و حرفای از این کار میکنن حالا جزئیاتم اینها گفته که یک که از اینها سفیر امارات در تهران هست دوستان من طول انترش میکنم گزارش رو همینجا نگه دارید اگر احساس کردین خوبه به این نیاز داریم باید روش کار بشه بگید من فردا ادامهش و وگر نه که یک نمی از دریا رو با هم بررسی کردیم که کلیت ماجرا رو همونطور که روشن بود برای ما روشن تر میکنه نکته دیگه ندارم اگر بحثی بود حتما در قالب بیان برای من بفرستید خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم خاک پای تکتک رفقای خودم هستم وقتتون بخیر